با سلام گرم و صمیمی، سویلا دانا هستم و با همکارم برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. دادگاه تجدید نظر حمید نوری، دادیار سابق زندان کرج، پس از گذشت 6 ماه روز 21 دی ماه 11 ژانویه در استکهلم سوئد برگزار شد. وکیل مدافع نوری از دادگاه درخواست کرد که او را تبرئه کنند یا مجازاتش رو کاهش دهند. حمید نوری همینجور که میدونیم در تاریخ 23 تیر ماه امسال بعد از 92 جلسه به جرم مشارکت در قتل بیش از 5000 زندانی سیاسی در سال 67 از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شد. امروز با سیامک نادری، فعال سیاسی، زندانی سیاسی سابق و از شاکیان پرونده حمید نوری همراه میشیم تا از چگونگی این دادگاه در جریان قرار بگیریم. خیلی خوش اومدین به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. با سلام به شما و هممیهنان عزیزم. با توجه به حضورتون در این دادگاه، شما این روند دادگاه را چجوری دیدید و چه گذشت در طی این مدت؟ در طی 3 جلسه دادگاه تجدید نظر در استکهلم، واقعیت اینه که یک سری تفاوت‌های خیلی مهم و کیفی در این دادگاه هست ما شاهدش بودیم. دادگاهی که در سال گذشته بررسی یعنی تشکیل شد، خیلی از این موضوعات و مفاهیم نامفهوم بود، جدید بود و الان خیلی این دادگاه پخته تر شده. یعنی همه چیز روش کار شده، چه در رابطه با پروسه ام، چه در رابطه با زندان گوهردشت و قتل ام، چه در رابطه با کاراکترهایی که بوده، شاهدها، شاکیهایی که بودن، پرونده خیلی خوب هم اومده و اون چیزی که ارائه داده میشه به نسبت روزهای اول خیلی پخته تره. من اگر که مثال بزنم، انگار که اون روز اول تو دادگاه ما چندین نقاط پراکنده داشته بودیم. این دادگاه با کیفرخواستی که دادستان از اون 9 ماه رو خوند و پرونده حمید نوری رو ارائه داد، از اون نقاط یک شکلی ساخته که این قتل عام خوب تصویر میکنه. این تفاوت دادگاه تجدید نظر با دادگاه های پیشین، علاوه این که یک سری اسناد و مدارک جدیدم به دادگاه ارائه شده، کما که دادستان هم گفت چندین مورد بوده که در تلفن حمید نوری بوده، پلیس جنایی تونسته از اون اطلاعات جدید کشف کنه و اینا به دادگاه ارائه خواهد شد و این پرونده خیلی حجیم‌تر شده و کیفی‌تر. خب یه مقدار از خود حمید نوری عکس‌العمل‌هاش در دادگاه و تفاوتش این دفعه با دفعات قبلی رو میتونی برامون یه توضیح مختصر بدین؟ بله، حمید نوری که اومد، ببینید اینا خودشون درخواست استیناف کردن. بله. و خواسته خودشون هم بود، چون تبعات سیاسی حقوقی این حکم که 2 حبس ابد هست، یعنی هم برای اون قتل عام و هم برای جنایت و قتل فاحشی که روی چپ ها بوده، خیلی سنگین بوده و به همین خاطر درخواست استیناف داشته بودن. اما شاید این رژیم گمان نمی کرد که یک انقلاب جنایی هم در راه باشه و الان این دادگاه دو برابر رو سرشون خراب شده. حمید نوری که اومد توی دادگاه، من همون 5 دقیقه اول 3 تا 4 تا اینک برد بالا، من 4 تاشو شمردم. یعنی حتی شک داشتم که 3 تا 4 تا 4 تا اینک رو میورد بالا. من اونجا نقاشیم کشیدم که میگفت من اینک ندارم، دارم کور میشم اینجا. من تا اینک نداشته باشم تو این دادگاه شرکت که نمی کنم. بعد میگفت دادگاه فرمایشی تجدید نظر. بابا فرمایشی خواسته تو بوده، خواسته دولت سوئد یا مثلا دادستان و شاکیان نبوده، تو خواستی. به زمام این که همین حمید نوری 10-15 دقیقه تو آخرین صحبتهاش توی دادگاه از ویژگی های این دادگاه صحبت کرد که خیلی خوب برگزار شده، از قاضی تشکر که از دادگاه، که گفت اصلا نمونه است این دادگاه، ولی الان اومدن این حرف میزنن. جالب اینجاست که حتی همزمان با انقلاب جینا که شروع شده، برخلاف دادگاه پیشین، یعنی دادگاه بدوی، نه سفیر رژیم اومده تو دادگاه، نه خانواده حمید نوری، یعنی هم پسرش
مجید نوری، دخترش و اون دامادشون مسعود، اینا هم نیومدن و حمید نوری خیلی عصبانی همچنان که اونجا داد میزد. یعنی من تا حالا تو دادگاه پیشین هم چهره حمید نوری از نزدیک دیده بودم که چش در چش میشدیم موقع نقاشی، فاصله یه متر و نیمش بودم با چشاش. من میگفت که سیامک لذت بردم از این که شما رو کشتم، قتل عام کردم. من خودم رو کنترل میکردم، سعی میکردم که جلوی قاضی آرامش داشته باشم، نقاشی بکشم، واکنشی که نداشته باشم تاثیر منفی بذاره تو رونده دادگاه. ولی این بار حمید نوری، همون چهره‌ای که من ازش از قبل آشنا بودم، باور کنید با اینکه من رو نقاشی خطوط یه خورده مثلاً که اصلا آشنا هستم، باور نمی کردم این میزان ابرو اونجا خم بشه بره تا بالای خشم و کینه ای که این داره. من گفتم همین لحظه رو نقاشی میکنم از چهره. بعد دادم میزد، چندین بار اعتراض کرد، قاضی هم حتی گفت من تو به کسی اجازه نمیدم تو اولین جلسه بیاد صحبت کنه، به شما 5 دقیقه که وقت دادم، 1 ساعت و نیم طول کشید، سر وکیل خودش هم داد و بیداد میکرد که شما وکیل منی، باید پشتیبانی کنی حرف من، فلان فلان کنی، خیلی توهین‌آمیز. حتی دادگاه هم من به هیئت جوری نگاه میکردم، از این کاراکتری که قاتل خوب خودشو برجسته کرد، چشاش خیلی وحشتناک، این قاتل جنایتکار و کینه‌ای و خونخوار، این به نظر من خیلی مهمه. روحیه‌اش هم خیلی پایینه. ببین هم انقلاب جینا رو شنیده، همی که پشوانه ای که اون خانوادهش می اومد اونجا، اصلا اونجا قوت قلبی برش بود، بعد که برای اونا هم سوسه می اومد و هی این سخنرانی های کشکی می کرده فلان. ولی این بار حتی دستان لرزانش هم دیدم، حتی خودش هم میگه، میگه که من دیوونه شدم تو انفرادی. کسی میگه دیوونه شدم؟ من تو سمت راست دادگاه، همون هتلی است که مقر زندان ایناست، زندان به اصطلاح شیکی هم هست. ببینید منم تو زندان بودم، 3 سال انفرادی بودم. ما رو تو زندان، من نمیگم، پاسدارها میگفتن، میگفت ما اینا رو با کاپ بزرگ کردیم. ما 61 تا 60 فقط کاپ خوردیم تو سلول انفرادی. منهای این که اصلا من حتی تو تاریخ خونم بودم فقط یک شورت تنم بود، یک شورت، کفشم نداشتم، جورابم نداشتم، میلرزیدم تو سرما. ما رو اینجوری که بزرگ کردن. اما اینجا 4 تا عینک میاره انگار که ویترین فروشگاه، بعد مدعی که من عینک اصلا ندارم. ببینید از طرفی پروپاگاندا وحشتناکه، از طرفی میگه که خانم سیکوریتی زندان منو پیش خانوما لخ میکنن. بعد پس ورداش یعنی پس ورداش سوم جلسه دادگاه که میاد برای که صحنه سازی اون روز اول رو محو کنه، خیلی حتی قاضی فکر میاد که من نقاشی میکنم، گفت به سیامک بگی نقاشی نکنه، این ممکنه تحریک بشه، حمله کنه بهش، یعنی دادگاه رو به هم بزنه. یعنی تصور قاضی هیئت منصفه از حمید نوری الان این هست، با چهره که خوششون داد الان مثلا میگه من واقعا کم آوردم، روانی شدم و دارم دیوونه میشم. یعنی انگیزشی توش نیست، پشتیبانی هم نیست، حتی خانواده‌اش هم نیومدن. بله بله، خب شما نکات خیلی خوبی رو در مقایسه با روحیات جلسه اول دادگاه اولی که داشت و الان جلسه به قول معروف تجدید نظرش خیلی خوب توضیح دادین. نکته‌ای که هستش اهمیت برگزاری دادگاه تجدید نظر حمید نوری رو شما چجوری می‌بینید؟ ببینید این اهمیتش از اونجاست. به نظر من بعد از انقلاب جینا، انقلاب زن، زندگی، آزادی، که نه تنها در ایران بلکه در جهان، مردم جهانیان صدای انقلاب زنان و مردان ایران رو شنیدن، آشنا شدن با رژیم، الان تصویر بهتری پیدا میکنه از این دادگاه، از اون جنایت، چون رو اومده. محاکمات کنونی هم که رژیم انجام میده و سریع اعدام میکنه، خب اینجاست، این استیناف بازم به ما این 9 ماه فرصت میده اینو رو اکران نگه داریم. این قتل عامه همون ترسی که رژیم داره. ببینید این دادگاه از این حیث خیلی مهم است، این بچش برجسته نشده است، به این دلیل که رژیم در دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک تقاضای استیناف نکرد، یعنی سر و ته پرونده رو بست.
اما اینجا چون تبعات حقوقی داشت، تبعات سیاسی داشت، جنایت جنگی بود، قتل عام بود، کشتار بود، اومد تقاضا استیناف کرد. یعنی اینکه رژیم میترسه از واکنش بین المللی، به این صفت که اگه یادتون باشه در آبان 98 وزیر کشور وقتی آمد در مجلس پرسیدن در ظاهر سازی بعضی از این اصلاح طلبان چرا شما شلیک کردین، فقط به مغز و قلب معترضین شلیک کردین، با وقاحت بی‌شرمی درگی میخندید، پوزخند میزد، با خنده گفت که فقط به سر و سینه نزدیم، به پاشون هم زدیم، اینقدر درجه وقاحتش بالا بود. اما الان نگاه کنین، بالای 500 تا از معترضین رو کشتن، هیچ کدومشو یک کشتن رو به عهده نگرفتن، حتی ژینا رو به طنز میگن که چون نمیخوان کشته شدن ژینا رو به عهده نگیرن 500 نفره میکشن که اینو به عهده نگیرن، یا میگن که از بلندی پرتاب شده، یا سگ گاز گرفته، یا خودکشی کرده، یا بیماری داشته، یا این اجسادش رو میبرن تو رودخونه پیدا میکنن. جدیدترین موردش هم من امروز خوندم، جسد پسرش انداختن تو مغازه‌اش. الان میبخشید من اسمش فراموش کردم چون حجم اخبار که زیاد بوده. بس ببینین رژیم میترسه تو این برهه، دادگاه فهمیده تبعاتش چیه. بس بنابراین من تاکیدم اینجاست، همین یک ماه قبل بود احتمالاً همکار شما بود خانم پریسا پوینده از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، از من گفت سیامک اسناد و مدارکی داری که ما ارائه بدیم برای کمیته حقیقت، یا من براش اعتراض کردم. ببین ما نیاز داره به جامعه مللی فشار بیاریم که اونا هم فشارشون رو به رژیم بیارن. تا کنی جامعه مللی این فشارا که آورده از نظر من هیچی نبوده، لفاظی مست. داخل پرانتز همین رو بگم، آلمان که الان چپترین موضع رو تو اتحادیه اروپا نسبت به این رژیم داره، حجم قرارداد اقتصادیش در 9 ماه اخیر سال 2022 از سال پیش بیشتر بوده. یعنی ببین لفاظی نه، حرف زدن نه، رابرت مالی بیاد هر حرفی رو هر روز رو اکرانه نه، اقدام عملی چیکار کردیم؟ هیچ کاری که نکردیم. بایستی اینا رو مجبورشون کرد که برای یه اقدام قاطع و هماهنگ و مشخصی انجام بدن از هر حیث، اقتصادی، سیاسی و بین المللی، یعنی دیپلماتیک، که فشار بیارن. این فشارها تا حالا اصلا هیچ فشار نبوده، فقط لفاظی بوده از نظر من. بله خب کارهایی داره صورت میگیره در رابطه با بایکوت جهانی جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف که با توجه به جنایتهایی که میکنه بشه اینو این پروسه بایکوت رو به پیش ببریم. و خوشبختانه الان اقداماتی داره صورت میگیره، از جمله کفالت‌های سیاسی، از جمله خیلی از شخصیت‌های جهانی به میدون اومده و همینجور که گفتی باید کار عملی صورت بگیره، از حالت صحبت بیاد بیرون و کاره انجام بگیره در بایکوت کردن جمهوری اسلامی و نهایتا به دادگاه کشیدن اونا به جرم جنایت علیه بشریت. ولی این سوال پیش میاد، جانم بگو ببینید، همین حمید نوری، همین رژیم که در داخل ایران با اینکه مهسا همون حجابی هم که داشت تحمیلی رو داشت رایت میکرد به همون خاطر کشته شد، اینایی که الان هم پس از این سرکوب که تو ایران هست حجاب رو باز میخوان تحمیل کنن برگردن به وضعیت اول، حتی لاریجانی هم امروز گفته سنگسار یکی از اقدامات خیلی قوی ماست، کار کردن داشته. خب ببین حتی همینا که این حرف میزنن، برگردیم به حمید نوری، پروپاگاندا اینه که منو مجبور میکنم پیش سیکورتی زن لخ بشم، بعد روز سوم جلسه برای سفیدسازی چهره اول، اون روز اولش که اون همه با خشم و اعتراض قضا اومدن، اصلا همه شوکه شدن، روز سوم وقتی وارد شد به طور نمایشی با آقای توماس بوتروم وکیل خودش رو بوسی کرد، معلوم هم بود که خیلی نمایشیه، بعد اومد سمت خانم هانا لارسون، اومد سمتش که باهاش دست داد و رفت به سمت روبوسی کردن که خانم هانا خوش رو پس کشید، سر و سینه‌ش رو برد عقب، که همه ما اونجا که مثلا هم که این صحنه رو دیدیم. یعنی اینایی که داخل اون کار میکنن، تو خارج که میان
اصلا تو با لارسون چی کار داری؟ وکیل توه. بعد جالب اینجا که توی این دادگاه هم که میشینن برخلاف دادگاه پیشین، بین صندلی حمید نوری و خانم لارسون دو صندلی فاصله هست، یه صندلی هم خالی هست، یعنی یه فاصله است، در حالی که تو سری قبل اینا کنار هم که مثلا که قرار که داشتن. ببین اینا به هیچ چی پایبند نیستن، چون من تو زندان بودم میدونم اینا تو زندان تجاوز میکردن، من فاکتاشو گفتم، حتی موسوی تبریزی جلو چش من گفت، مثلا باور نمیکردم، اون خانومه گریه کرد که هم محلی من به اصطلاح که منم بود تو سال 60، یعنی اینا تو تجاوز زندان تو هر نوع شکنجه ای تو راتب زنان، مخصوص زنان، واقعا فجایعی مواجهیم تو زندان تو راتب با زنان. کاشکی فرصت بشین ترک کرد. و به همین دلیله، خوبیش این همینه که دادگاه ما یه سری اسناد و مدارک شاهدین و شاکن هستن، یه سری هم تصویری که خود حمید نوری روز اول جلسه دادگاه از خودش نشون داد، هیچی پایبندی به همه توهین میکنه. این خیلی خب به نظرتون با توجه به اینکه درخواست دادگاه تجدید نظر دادن، آیا فکر میکنید ممکنه این دادگاه تجدید نظر رو حکم حمید نوری که قبلا حبس ابد گرفته تغییر کنه؟ و کلا این نگرانی وجود داره که به حمید نوری تخفیف بدن؟ بله. ببینید من بذار یه نظرگاهی رو بگم، نظرگاه مهمتر از همین حرفه، چون من حرفامو که قبلا زدم. ببینید من از همون آغاز با این اعتقاد بودم که حمید نوری تو دادگاه حرف نخواهد زد، یعنی همکاری نخواهد کرد، چون شناخت داریم ازش، و اینکه حکم سنگین بهش دادن، یعنی حکم ابد بهش اصلا میدن. حالا بعد مواجه شدیم که دو تا حبس ابد بهش دادن توی دادگاه تجدید نظر. من حتی قبل از اینکه بیام تو استکهلم یه جلسه داشتیم با آقای یوران یالمارسون، اونجا همینم پرسیدم که نظر خودش برام خیلی مهم بود، چون آدم کاوشته‌ایه. گفت که سیامک، من فکر میکنم که تو دادگاه تجدید نظر همون حکم تایید بشه، تغییری که نخواهد کرد. روندی هم که ما ببینیم با اطلاعاتی جدیدی هم که خواهد اومد تو روزهای بعد، خب همین رو هم که تایید یعنی میکنه. یعنی اما یک چیزی داره که اینجا خیلی مهمه، دستگاه ذهنی چی هست. ببین مهم محاکمه حمید نوری نیست، این محاکمه بنیانگذار جمهوری اسلامی که این فتوا رو داده، محاکمه خامنه ای و رئیسی که بالا دست این حمید نوری و الان رئیس جمهوره. خب این محاکمه مهمه. حالا فرضاً به حمید نوری 8 سال بدن، 5 سال بدن، 20 سال بدن، یا از هر حکم بدن فرقی نمیکنه. البته میزان حکم بیانگر اون جرم هست که دادن، ولی این که مثلا نگران باشیم که 12 سال 10 سال بعد این حکم پیشید رفت، اینا انگار که ما میخواهیم، من سیامک میخوام اون کینه شخصی ما از این خارج کنم. من کینه شخصی ندارم با کسی، با کل این ساختار، با نظام جمهوری اسلامی، با اسلام سیاسی، با جنایت، با قتل هم، با مافیای مخالفم، با محتوا رو بگیریم. این که حساسیت باشیم که به این مثلا زندانش رو سخت بگیرن فلان میکنن، حتی 10 تا حکم ابدم به حمید نوری بدن، یه بار اونجا که حکم دادن که گفتم حقیقتش اینقدر دلم گرفته بود، گفتم اگر برای حمید نوری یه حکم دادن یا دو حکم دادن، یعنی وقتی حبس ابد میدن مابزای 700 نفری که در گوهردش حلقه آویز کرده میشه روزی، یعنی هر نفری که دام کرده 10 روز، قلبم به درد میاد کدوم بچه ها رو 10 روز. مهم این نیست از نظر من 1000 تا حکم ابدم بزنم، بازم برای من یه تار موی اون بچه ها نمیارزه که اونا برن که این فرد یا مشابه این فرد بره تو زندان حبس بگیره. اون بچه ها کجا؟ این کجا؟ مهم محتوای حکمه که نشون به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت معرفی میکنه. این حکم مهمه. بله ممنون از شما، دقیقا پوینت درستی رو مطرح کردیم. مهم وقتی خود حمید نوری نیست، بلکه محاکمه کل جمهوری اسلامی هستش که داره محاکمه میشه و این در سطح جهانی داره شناخته میشه که جمهوری اسلامی 44 ساله که با
دار با چوبه های دارش با زندان شکنجه است که تونسته تا حالا به زندگی خودش ادامه بده. تشکر میکنم از حضورتون و ممنون از وقتی که در اختیار برنامه مون گذاشتیم. با سپاس از شما خانم سهیلا دالوند عزیز که منو دعوت کردیم. ممنونم. ممنون از شما. در این قسمت بشنویم پیام هایی از خود بازداشت شدگانی که محکوم به اعدام و یا محکوم به زندان های طویل مدت شدند. مجید کاظمی از بازداشت شدگان در محله خانه اصفهان که به اعدام محکوم شده روز جمعه در فایل صوتی از زندان همه اتهاماتش را رد کرد و گفته هر چی گفتم زیر شکنجه بوده. با هم بشنویم پیامش رو. بعدم بهشون گفتم دیروز رفتم اونجا اینا من هیچ کاره بودم، اینا که من اگه رفتم از ریشه کنده بودم، نه من اسلحه‌ای داشتم نه سیدی داشتم، من هیچی نداشتم. چه ای زدندمون گفتن این اسلحه ها است، گفتیم آره اسلحه مال ما. زدندمون گفتن باید بیای بازسازی صحنه ظلم، گفتیم آره من بازسازی صحنه ظلم. دوباره زدندمون گفتن باید اینا تو دادگاه بگوی، گفتیم باشه. همه زیر شکنجه بودم من نه اسلحه‌ای داشتم نه کاری کردم، همیشه زیر شکنجه. من گفتم آره. و اما بشنویم از احمد رئیسی دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان و کنشگر سیاسی که پیش از ربوده شدنش توسط ماموران جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه 21 دی ماه توسط نیروی امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلوم منتقل شده، پیام احمد رئیسی رم که همینجوری که گفتم قبل از ربوده شدنش بشنویم. سلام هموطن، من احمد رئیسی هستم. وقتی این ویدیو را میبینید که من توسط ماموران حکومت جمهوری اسلامی ربوده شدم، حکومتی که از یکایک ما میترسد و با تلاش بیهوده سعی در ترساندن ما دارد. درست است که ما در نبردی نابرابر هستیم که یک سو حکومتی با گلوله و زور و زندان است و سوی دیگر مردمانی با دستان خالی، اما پیروز این نبرد ملتی خواهد بود که خواسته او آزادی و زندگی است. زندگی بر مرگ پیروز خواهد شد. ما روایت کشته شدگان و ستم دیدگان را به یاد می آوریم. ما به یاد می آوریم که این مرگ سازان 43 سال به همه ما زخم زدند و همه ما را داغدار عزیزانمان کردند و حالا هم با کشتار و سرکوب می خواهند ما را خفه کنند. اما ما رنج ها و درد های خود را فراموش نخواهیم کرد. ما آرزوهای در خاک خفته را فراموش نخواهیم کرد. نوید و محسن و مهسا و نیکا و سارینا و منا و خدا نور را فراموش نخواهیم کرد. ما برای پاسداشت ارزش‌های انسانی هیچ راهی جز برافکندن این خدایگان پدیدی نداریم. ما راهی جز انقلاب نداریم. ما از این راه بر نمی‌گردیم. ما باور داریم که می‌توانیم این حکومت را سرنگون کنیم. راهی ناهموار در پیش داریم، اما همان گونه که تا امروز هوشمندانه و آگاهانه پیروزی‌های بزرگی را به دست آورده‌ایم، بی‌ترس و پر امید تا پیروزی نهایی به پیش خواهیم رفت. انبوه ما به این عصر سیاهی پایان خواهد داد. ما می‌خواهیم زندگی کنیم، شادی کنیم، آزادانه سخن بگوییم، هر روز فقیرتر از دیروز نباشیم، نگران جان و آرزوهای فرزندانمان نباشیم و هیچ کس برای اینکه خودش باشد تحت ستم قرار نگیرد. ما هر روز خونهای ریخته را می‌بینیم و در هم می‌شکنیم، خشمگین می‌شویم و با خشم خود درخت امیدها و آرزوهای خود را آبیاری می‌کنیم. ما سراپا رو در روی این حکومت ایستاده‌ایم و با هم به این نکبت پایان خواهیم داد. در خیابان‌ها به این مردم کش تباهی آفرین پیروز خواهیم شد و در همه خیابان‌های شهر جشن زندگی برپا خواهیم کرد. سینه ما کوره آهنگر است تا که جهان افعی ضحاک شد. آزادی نزدیک است. زن، زندگی، آزادی. در ارتباط با وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان، حدود 500 نفر از خانواده‌های زندانیان عادی روز شنبه 24 دی ماه در مقابل ساختمان قضایی تجمع اعتراضی داشتن. این خانواده‌ها که در هوای سرد بنا به فراخوان قبلیشون برای رسوندن صدای اعتراضشون نسبت به اعدام‌های بی‌رحمانه تجمع کرده بودن، نیروهای سرکوب کرد در محل اونها، در محل اونها رو متفرق کردن و به بهانه اینکه امروز دفتر قضایی تعطیل اعتراضشون رو به هم زدن. این خانواده اغلب از شهرهای دور و نزدیک به همراه زن بچه به محل اومدن. بچه های این قربانیان با در دست گرفتن پلاکارت های بابام را اعدام نکنید برای دادخواهی پدرانشون فریاد می زدن. زندانیان عادی به واقع خودشون قربانیان این سیستم سرکوب، سیستم فقر، سیستم تبعیض هستش و معمولا از ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی جامعه به شمار میرن و توسط قانون هم به سختی مجازات میشه و همین
مورد یکی دیگر از مصداق‌های تبعیض سیستماتیکی هستش که هر روزه در سیستم قضایی در کل جمهوری اسلامی داره تولید و بازتولید میشه. جان بازداشت شدگان در معرض خطره. امیر نصر آزادانی، بازیکن سابق باشگاه تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان، در یک فایل صوتی از زندان مرکزی اصفهان از مردم و از دوستان و فوتبالیست خود خواست که صدای باشند. امیر نصر آزادانی در 8 آبان بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب اصفهان به اتهامات مختلف در مجموع 26 سال حبس محکوم شده. با هم بریم و پیامش رو بشنویم. سلام خدمت همه رفیقا، دوستان، فوتبالیا، غیر فوتبالیا. الان هم اکتر صدا من از زندان مرکزی اصفهان میشنویم. الان اتفاقاتی که افتاده خب یه همه در دنیا هستن. اول از اون که میخوام تشکر کنم از همون کسایی که از حمایت کردن به بنده بودن و این که ایشالله روزی که بیام بیرون بسیارم تمام زحماتش رو جبران کنم، تمام فوتبالی هایی که از من نمایت کردم. حال نمیخوام اسم برم چون خب من الان جایی دارم زنگ میزنم که 100% همه اینا داره ثبت و ضبط میشه، ولی خب خواستم یه صحبتی باهاشون بکنم که بدونن که الان من اینجا و قطعا به حمایتشون نیاز دارم و اگه حمایت اونام نبود الان قطعا اتفاقات خیلی بدتر واسه من میافتاد. روز خیلی سختیه واقعا، امیدوارم که تا این روز رو بگذره و بتونیم کنار هم دیگه باشیم دیگه. باشتر ارتباطی از رفیق هم دوستای فوتبالی واسه شون بفرست که بدونم من چه شرایطی هم که بتونیم شبه یه روزی کنار هم دیگه باشیم. ولی خب من دستم به جایی بند نیست دیگه الان، فقط امیدم به اول به خدا تا بعدم تمام کسایی که بیرون هستن، چون من که داخل زندان کاری نمیتونم واقعا انجام بدم. من چشم امیدم فقط به اون کسایی که بیرونن، بطورم که بتونم بازم حمایت کنم و این حکمایی سنگینی که واسه من بریدن، چون من واقعا مستحق این حکم نیستم، نباید این حکم واسه من میبریدن، ولی خب دیگه بریدن دیگه. من واقعا کاری نکردم، چون و طبق گزارشی که به دست کمیته زندانیان سیاسی رسیده، گزارشی از وضعیت زندان تهران بزرگ هستش. این پیام به این صورت آغاز شده: زندان تهران بزرگ 1300 تا 400 تا بازداشتی اعتراضات در بند رو داره. هر روز تو این هوای سرد صبح زود و غروب بچه ها رو میفرستن داخل حیات برای سرشماری و یک ساعت مجبورشون میکنن روی پاهاشون بشینن. بچه های اعتراضات هیچ لباس گرمی ندارن، حتی یه دونه کاپشن هم تو بند نیست. نه زندان میده و نه اجازه میدن خودشون تهیه کنن. همه بچه ها سرما خوردن، حالشون بد، دارو بهشون نمیدن و آب گرم کاملا قطع شده و اجازه نمیدن که لباس های گرم داشته باشن. به این وسیله اونا رو شکنجه میکنن، انگار کردنشون زندان نازی ها و از ما خواستن که اطلاع رسانی کنیم. این هستش وضعیت زندان ها و شرایط حاکم بر زندان های جمهوری اسلامی. روز پنجشنبه 22 دیما نمایندگان پارلمان بریتانیا در یک رأی‌گیری از اضافه شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا منع کردند. اعضای مجلس عوام از دولت بریتانیا خواستند با تروریستی دانستن سپاه همکاری با این نهاد نظامی و هر گونه حمایت از آنها از اون رو جرم حساب کنند. با هم بشنویم دعوت سعید خلیلی راد روانکاو از روانشناسان در ایران برای کمک به جان به دربردگان از شکنجه و سرکوب و به واقع جان بازداشت شدگان در معرض خطر هستش. با سلام، من سعید خلیلی راد روانکاو در لندن هستم. دوست داشتم از این فرصت کوتاه استفاده کنم و مطلبی رو با همکاران روانشناس، روانپزشک و روانکاو خودم در ایران در میون بذارم. دوست داشتم از تمامی شما همکاران عزیز دعوت کنم که شبکه هایی رو تشکیل بدین که این شبکه ها بتونه در محلات و شهرهای مختلف خدمات روان درمانی رو در اختیار این عزیزانی که در تظاهرات ها شرکت میکنن و یا به زندان میفتن و بعد آزاد میشن قرار بده. چرا این شبکه ها مهمن؟
همونطور که میدونید انقلابی در ایران در جریانه و در کنار اونم جنایت رژیم داره اعمال میشه به مردم، جنایت ماموران بسیج، سپاه و یگان ویژه، چه در خیابونها چه در زندانها. این عزیزان زن و مردی که در این تظاهرات شرکت میکنن یا شاهد این جنایات هستن که دوستاشون، هم نوهاشون بهشون شلیک میشه، زخمی میشن، کشته میشن یا باباتون کتک میخورن، یا خودشون تمامی اینا رو تجربه میکنن و یا علاوه بر اون به زندان میافتن و مورد شکنجه های مختلف قرار میگیرن. تمامی این جنایات و خشونت ها و اعمال خشونت آمیز رژیم تأثیرات روحی روانی روی این دوستان و عزیزان داره، ولی این تأثیرات همونطور که خودتونم میدونید موقته و میتونه با کار تخصصی حتی از طریق تلفن التیام پیدا کنه و کم 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 از بین بره. به خاطر همینه که الان توی موقعیت تاریخی خیلی استثنایی هستیم که اون تخصصی رو که من و شما یاد گرفتیم که برای به هم نوع خودمون میتونه کمک کنه و باید بتونه کمک کنه در اختیار عموم قرار بدیم و بتونیم کمک کنیم به نوع خودمون و با اون تخصصی که داریم که این دوستان علائم روحی روانی رو التیام بدن و بتونن زندگیش بهتری داشته باشن. با تشکر. ما از شما بینندگان برنامه میخوایم که همراه و همصدا با خانواده های زندانیان در مقابل زندان ها تجمع کنید و خواهان آزادی تمام زندانیان، تمام بازداشتگان باشید. از خود خانواده ها هم میخوایم، خانواده بازداشتگان، که حتما اطلاع رسانی کنن در مورد چگونگی وضعیت عزیزان درمندشون و یا اگر کسانی رو میشناسید که بازداشت شدن اسامی مشخصات اونا رو برای ما بفرستید با همین شماره تلفنی که در حال حاضر روی صفحه میبینید و یا از طریق راه‌های ارتباطی میتونید اطلاعات خودتون رو برای ما ارسال کنید و شما هم صدای بازداشت شدگان و صدای زندانیان سیاسی و صدای زندگی باشید. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما سلامتی و پیروزی رو آرزو می‌کنم.